حکایات پندآموز، این داستان نخل خودخواه. در روزگاران قدیم مرد ساده‌ای به نام صابر باغستانی زیبا داشت. صابر روزها رو با آبیاری و مراقبت از زمین و درختان نخل زیباش سپری می‌کرد. صابر همه درختان خودش رو به یک اندازه دوست داشت، اما یک درخت نخل خیلی براش عزیز بود. صابر تصمیم گرفت اسم اون نخل رو شاهزاده بذاره. شاهزاده بلندترین و آراسته ترین نخل توی نخلستان صابر بود و بسیار باشکوه می درخشید. صابر به این درخت نخل خیلی افتخار می کرد، چون همیشه محصول خرمای زیادی بهش می داد. صبح شاهزاده خانم نخلا، حالتون چطوره؟ مثل همیشه امروزم زیبا و برازنده. شاهزاده نخلا منو میگی؟ فکر نمی کنم. امروز حالم خوب نیست، بی خودی ازم تعریف نکن. چی شده شاهزاده خانم؟ راستی طلا، تو میدونی من تو این سالا چقدر محصول خرما به صابر دادم؟ خب خیلی زیاد، ولی کار ما همینه. ما به اونایی که از همون مراقبت میکنن خورما میدیم، صابر از ما نگهداری میکنه، پس پاداشش هم همینه. این خیلی خوبه. دوست خوبم، من تصمیم خودم رو گرفتم. از امروز به بعد دیگه کسی به خورماهای خوشمزه من دست نمیزنه. من از این کار همیشه که خسته شدم، هر روز و هر سال دارم همین کارو میکنم. پاییز شد و صابر آماده جمع کردن محصول کشاورزیش بود تا خرمای اعلا و میوه های آبدار خوشمزش رو بچینه. اما شاهزاده صابر رو گیج کرده بود. اون نمیدونست چی شده. شاهزاده خانم من چه شده؟ حالت خوب نیست؟ ظاهرت که نشون نمیده مریضی. بس دیگه، من حالم خیلی هم خوبه، فقط تصمیم گرفتم دیگه محصول خرما بهت ندم. نکنه حسادت های نخلای دیگه اذیتت کرده؟ نخلای دیگه کاری به من ندارن، منم بیمار نیستم، اصلا چیزی نیست، من هنوزم زیبا. چیزی نیست نخل خوبم، من بهترین درمانو برات فراهم میکنم. هر دارویی میخوای میتونی بهم بدی صابر، اما بازم محاله بهت محصول خرما بدم. صابر نایاب ترین داروها رو برای شاهزاده فراهم کرد، به این امید که شاهزاده بازم خرما بده، اما فایده ای نداشت. با وجود همه زحمتی که صابر کشید، درخت نخل نادان و خودپسند به لجوازی خودش ادامه داد. اونقدر به کار خودش ادامه داد تا زشت ترین درخت نخل نخلستان صابر شد. این خرما چقدر تلخه، اصلا قابل خوردن نیستن. چقدر بدمزه، قبلا خرماهای درخت از بقیه برین. خورمه های من هنوزم اعلی ترین. فکر کردی کی هستی؟ چطور خودتون بهترین نخل میدونین؟ تو تک و تنها بودی. ای بس کنین دیگه، حرفتون اصلا برام مهم نیست. میتونم اینجا زیر آفتاب استراحت کنم و هر کاری دوست دارم انجام بدم. بیا نگاهی به خودت بنداز، ببین از قیافه خودت خوشت میاد یا نه. یکم قیافه فرق کرده. آخه چرا؟ اهمیتی نداره، چون من همینطوری هم که اینجا هستم برای همیشه شاهزاده نخل و باقی میمونم. ولی داری فقط به خودت ضرر میرسونی شاهزاده، فکرتو بیکار بنداز. صابر همیشه از ما درختای نخل به خوبی مراقبت میکنه، مگه به خودتو این همه محبت نکرده؟ دیگه باید چی کار کنه؟ هر کاری از دستش بر اومده انجام داده. از قدیم گفتن همیشه باید جواب کار خوب و با خوبی داد. چی؟ نه من هیچی به صابر نمیدم، تازه هیچ وقتم نمیفهمه من واقعا چیم شده. سالها گذشت و صابر صاحب دختران و پسران زیادی شد. از اونجایی که خانواده صابر بزرگتر شده بودن، باید خونه خودشو بزرگتر میکرد تا جای بیشتری برای خانوادش فراهم کنه. صابر مساله ساختمانی خرید و مشمول ساختن خونه‌اش شد. صابر همه مساله ساختمان سازی رو تونست بخره، فقط چوب سقف خونه مونده بود. او درخت نخل پیر و بیچاره من، قبلا چقدر پر محصول و عزیز بودی. من نه پیرم نه بیچاره صابر،
من فقط تصمیم گرفتم دیگه بهت خورما ندم، چون از این کار خوشم نمیاد. حالا دیگه بیفایده و بیحاصل اینجا ایستادی، فقط تنهی محکم و بلندت به دردم میخوره. متاسفانه من تصمیم خودم رو گرفتم، از تنهی تو برای ساخت سقف خونه استفاده میکنم. دیوونه شدی؟ کافیه دیگه، بسه. گفتم نکن، مگه دیوونه شدی؟ بس کن. کاش به حرفای من گوش میکردی، تو خیلی زیبا بودی. حیف شد که رفتی. شاهزاده دیگه برای کسی فایده ای نداشت، نعمتی رو که میتونست به دیگران هدیه کنه از اونها گرفت و اونا رو از محصول خرمای خودش محروم کرد. اون دیگه به عنوان یک درخت خرما برای کسی ارزش نداشت. بچه های عزیز، انسان هم همینطور هستن. آدم خودپسند و خودخواه به درد هیچ کس نمیخوره، حتی به خودش هم ضرر میرسونه.